همین ایران تو سری خور بعد علم کنه، استقلال واقعی بیاره، بنیه دفاعی جدی بیاره. حالا به قول این حرام لقمه های وطن فروش میگن قمه کشی، نه این قمه کشی نیست، این مقاومته. فکر نمی کردم بنیه دفاع ما اینقدر نیرومند بشه. بله عقده برداشتن، وای به روزی که جمهوری اسلامی سقوط کنه. راست میگه، من با این برانداز موافقم تو این زمینه. تا نوه و نتیجه ما عقده گشایی میکنن، انتقام میگیرن ازمون. انتقام میگیرن که چرا نرفتیم نوچه بشیم، انتقام میگیرن چرا پس از جنگ جهانی دوم تسلیم تمدنی نشدیم. شدیم ها، در دوران شاه شدیم. انتقام میگیرن که چرا انقلاب به پا شد بعد قد علم کردیم، دوباره گفتیم ای منم که میخوام امپراتوری را بندازم. دوباره گفتیم که آقا فیلمون یاد هندستون کرده، فیلمون رفته دوباره دوران هخامنشی و ساسانی، اصلا فیلمون رفت دنبال بحثای تمدنی. چرا من ببین یه چیز دیگه هم بگم، الان خودتون برید تحقیق کنید، حرف من باور نکنید. ما از لحاظ اقتصادی انقدر اثبات شده، یعنی از لحاظ علمی انقدر این تحقیق شده که اصلا شکی تقریبا دیگه وجود نداره که کسایی که میخوان همه چی داخلی باشه، تولید داخلی، استقلال استقلال، همه کار خودمون بکنیم، این فلسفه از لحاظ اقتصادی هزار بار شکست خورده. انقدر ما تو این موضوع آمار داریم که واقعا من موندم کسی چجوری این همه آدم، این همه کمونیستا مخصوصا به این چیزا اعتقاد دارن. یعنی هر کشوری که اقتصادش آزادتر بوده و با کشورهای دیگه رابطه‌های بیشتری داشته و با کشورهای دیگه دوستانه‌تر رفتار کرده، ارتششون با هم همکاری میکرده، اقتصادشون با هم همکاری میکرده، سیستم‌های اطلاعاتیشون با هم همکاری میکرده، این کشورها به طور نجومی پیشرفت کردن. شما همینجوری بگید استقلال، من بعد نوچه تو آمریکایی بشم، من خودم قطب جهانم. چنان همینجوری بگو بشو کره به از مستقل ترین کشور الان کره شمالیه، شما هم همینطوری بریم به طرف کره شمالی. انتقامی ازمون تا نتیجه و نبیرمون و اینا بگیرن که اون سرش ناپیدا. حرفا این براندازه. الان انتقامی هم که میگه الان نشونتون میدم، یکی نشونتون میدم، یه انتقام دیگه هم نشونتون میدم که ببینین انتقام چه جوریه. اتفاقا اینجا جدی بگیر، درست داره میگه وطن فروش بی شرف، مرک حرام لقمه وطن. شما میگی من فوش میدم، من به شما، من اگه به شما تو لایف چت بعضیاتون میگم حرفتون مزخرفه یا احمقانه است، من باید حواسم من فوش به شما نیست، من سعی میکنم یکی از حرفاتون رو بگم احمقانه است، من دارم سعی میکنم مثل این امیدواره نشم که اینقدر فوش میده به کسایی که دوست نداره. خب من اگه شما یه حرف احمقانه تو لایف چت زدین، حتی اگه ممبرم بودین، ممبر یعنی مثلا این کمک مالی میکنین، خب من باید به شما بگم این حرفتون مزخرفه، این حرفتون احمقانه است، من اینو باید بگم. خب ولی باید حواستون باشه به شخصتون فوش ندم، فقط به اون حرف، به اون حرفی که زدین من بگم احمقانه است، من اینکه این خیلی کار زشتیه. شما فهمی میگه آرمین چرا به من فوش دادی، بی ادبی نکنی. نه من اگه حرف احمقانه زدی منم میگم احمقانه است. تن فروش درست میگه، داره حرف حق میزنه، حرف حقو اگه دشمنت هم میزنه قبول کن دیگه. نه دیگه، تو میگی سوتیه، حرف حق هر موقع دشمنت حرف حق میزنه و تو میگی این سوتی داده. عاشقتونم، شب و روزگار خوش. من یه چیزی حالا نشون بدم، اینو که نشون دادیم، آها میخواستم اینو نشون بدم. ببینیم انتقامی که میگن چه شکلیه. خب این نمیدونم این براندازیه کی بود داشت حرف میزد، میگفتش که الان ببینیم از لحاظ نظامی انتقام گرفتن از آلمان. خب شما این را کنین، آلمان توی ناتوه، درسته؟ نیتو اینا مثلا اوزای نیتوه. شما با یکی از این کشورها اگه حمله بکنین، تمام نیتو میاد به کمکش و حمله میکنه به شما که بیخود کردی به یکی از اوزای نیتو حمله کردی. خب شما نگاه کن، آلمان
1% جی دی پی شو داره میده خرج نیتو میکنه و آمریکا 3.4%. خب یعنی ببینیم با تو نیتو بودن چقدر به نفع آلمان شده. ببینید چه انتقامی دارن از آلمان میگیرن که یه کشوری مثل آمریکا خب اومده این همه پول خرج کرده، پول خرج میکنه هر سال، که یه کشوری که اینقدر فقط داره خرج میکنه برای نیتو میاد ارتش آمریکا به این تازه این فقط خرج نیتو ها. یعنی باور کنین اگه با آلمان حمله بشه فقط نیتو نمیاد دفاع بکنه، آلمان آمریکا ارتش خودش هم میاره. چه انتقامی گرفتن از ارتش آلمان که فقط با اینکه یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان داره ولی یک ارتش مثل کشور آمریکا رو تقریبا مطمئن پشتش وایساده اگه کسی اصلا جرأت بکنه یه دو کشور دیگه بخواد بیاد با آلمان حمله کنه. خب ببینید تازه قرار بوده 2014 قرار بوده که همه کشورها، کشور نیتو قرار بوده حداقل 2% خرج نیتو بکنن، 2% جی دی پی شون. خب آلمان با اینکه این قول رو قبول کرده زیر 2% جی دی پی شو داره میده، 1.38 3.42 آره. خب و آمریکا نیا کن 3%، آلمان 1%. یعنی آمریکا با اینکه قرار بوده هر کسی 2% حداقل 2% بوده، آمریکا رفته 3.5% داره میده، آلمان با اینکه قول داده زیر 2% بده داره زیر 2% میده. یعنی هم قولی هم که دادن که بیان کمک بکنین همتون که ما از همدیگه دفاع کنیم، آلمان اون قولش رو رعایت نکرده. حالا این درصدیه ولی چون اقتصاد آمریکا خیلی این قرمزها رو نگاه کنین، این به طور کلی نشون داده که چقدر آمریکا داره خرج میکنه. خب این درصد اقتصاده، این دست راست، این به طور کله. نگاه کن به طور کل آمریکا چند برابر آلمانه؟ بذاریم. یعنی چون اقتصاد آمریکا اینقدر بزرگه، این 3%ش هم حتی اگه جفتشون هم 2% بودن، آمریکا 2%ش خیلی بزرگتر از 2% آلمان میشد. این فکر کن مردم آلمان چقدر احساس امنیت باید بکنن که میدونستن اگه خودشون هم حتی 2% بودن، آمریکا هم 2% بود، اون 2% آمریکا به علاوه ارتش خودشون، اون 2% آمریکا هم پشتشون وایساده که کسی بهشون حمله بکنه. یعنی احساس امنیت از این بیشتر میشه کرد؟ تازه این 2% هم 2% ناتوه، اگه 2% هم بود که نیست، بیشتر آمریکا. آمریکا ارتش خودش هم جدا از ناتو به احتمال خیلی زیاد وارد جنگ میکنه اگه کسی به آلمان حمله کنه. این چه انتقامیه؟ من موندم. شما استقلال میخواین؟ ببین آلمان به خاطر استقلالی که نداره، یعنی استقلال نداشتن، یعنی این استقلال نداشتن یعنی بزرگترین ارتش‌های دنیا میان کمک کرده اگه کسی بهت حمله کرد. استقلال میخواین شما که تنها باشین؟ یه چیز دیگه من نشون بدم. اینا ببینین اینجا میگه کجا بود؟ بذارم 2014. آها ببین این نمودار رو نگاه کنین. توی قرار بوده که هر کشوری که تو ناتو هست 2% اقتصادشو بذاره برای ناتو. این کشورها همه زیر اون 2%، آلمان زیر اون 2%. این الان فکر کنم یه مقدار آره، این 2016 اونی که نشون دادم، این 2019، این 2016. نگاه آلمان زیر 2%، آمریکا 3.6، آلمان 1%، 3%، 1%. یعنی خودش هم 2014 قبول کرده ها، 2014 گفته 2% ولی داره کمتر میده. آخه این چه انتقامیه؟ این چه انتقامیه که حتی اون چیزی هم که باید بدی نمیدی ولی هنوز داری امنیتی رو که باید از ناتو بگیری میگیری.
آها اینم یه چیز دیگه می‌خواستم نشون بدم که میگفتن آ اگه جمهوری اسلامی بیفته خودش میخواد مثال بزنه دیگه، امید داره خودش مثال میزنه، درسته؟ میگه ای عاشقتونم عاشقتونم، خودتون دارین میگین آلمان مثال زدین، آره آلمان نظامش افتاد، ما هم اگه نظاممون بیفته مثل آلمان بدبخت میشیم. آها مثل آلمان بدبخت میشیم. الان این آمار، این آمار شما برید نگاه کنید خودتون، World Happiness Report، خب این معتبرترین رپورتی هست که خوشبختی مردم جهان آمار میگیره. خب از چند تا کشور؟ از 149 تا کشور، آلمان، کجای آلمان؟ رتبه 13 رتبه 13. خب این آمارا چی اندازه گرفته؟ ببین فقط بعضی میگن اقتصاد که معنیش همه چی که اقتصاد نیست، خب بیا همه چی هم اقتصاد نیست، بیا این آمار برای خوشبختی اقتصاد گرفته، سوشال سپورت، از لحاظ بهداشتی، از لحاظ سپورت اجتماعی، از لحاظ آزادی، آها آزادی، از لحاظ چی بگم، بخش چی میشه این؟ بخش که چقدر بخشنده هستن مردم، جنراسیتی رو یکی ترجمه کنه، از لحاظ کرپشن، جنایت و جرم و جنایت اینا، تازه ارور هم داره اینا، این مارجن ارورش هم اینجا نشون داده که چقدر بالا پایه میتونه بشه. خب یعنی ارورش هم چقدر میتونین به این آمار اعتماد بکنید و اینجا با این خط سیاه نشون داده که چقدر میتونه بالا پایه بشه. من یه ذره زومین کنم برای شما، مارجن ارورش هم قشنگ برای شما نشون داده هرچی آمار بیشتر داشته باشن این مارجن ارورش کوچیک‌تر میشه، یعنی احتمال اشتباهش کمتر میشه. مثلا فرض کنیم ببینید این بزرگتره به خاطر که این آمارش احتمال، یعنی اعتبارش مقدار مثلا کمتر از اینه که این کوچیک‌تره، یعنی مثلا فرض کن که تعداد سمپل سایزی که این کشور داشته بیشتر بوده از این کشور، بر همین احتمال ارورش کمتره. خب حالا ایرانو بیا نگاه کنیم، ببینید میگن ما بدبخت نشیم یه موقع مثل آلمان اگه جمهوری اسلام بیفته، یه موقع ما بدبخت نشیم، ببینیم ایران کجاست از 149 تا کشور، یه موقع ما بدبخت نشیم. ای وای الان چقدر وضعمون خوبه، ایران 118، این نزدیک آخر، آلمان نزدیک اوله، یعنی اینا از ما میخوان انتقام بگیرن. خب اگه بعد از جنگ جهانی دوم نظام آلمان سقوط کرد، یه موقع انتقام نگیرن از ما از رتبه 118 بیافتیم مثلا نزدیک 13-14 بشیم، یه موقع انتقام نگیرن از ما این 118 ما بشه 14. خب ببینیم شما چی دارید بگید. میگه منظور امید رو درک نکردی فکر کنم. آره حتما من درک نکردم. هر موقع این جواب من خیلی شنیدم. هر موقع یکی حرفتو دوست نداره، خیلی موقع ها به جای اینکه بیان بگن چرا حرفت اشتباهه، میگن تو درک نکردی. به جای اینکه بگن نظرش خب درستت کنم، بگن چی درست نفهمی، میگن آ درک نکردی. حتما. دیگه کسی دیگه ای نداریم بگیم؟ اینا چی بهت بگم آرمین؟ خب چیزی نداری بگی، برای همین نمیتونی بگی. آها این جنراسیتی میشه کمک های مردمی. نه کمک های مردمی نه، جنراسیتی بیشتر یه درباره یک احساس. سم جنراسیتی رو من نمیتونم سپل کنم. سخاوت مندی، سخاوت، درست گفتم؟ کسی دیگه نظری نداره؟ آره هر حرف رو میدونه تفسیر. ای اتفاقا چه جالب، این حرف در برای قرآن هم به ما میزنن. هر موقع ما میگیم قرآن رو برمیداریم، میگیم چقدر چرت و پرت، مسلمان ها به ما میگن ها نفهمیدی، حتما نفهمیدی، منظور واقعیش رو نفهمیدی. اینجا که میاد میگه سر مردم رو ببر، منظورش اینه که بیا بوسشون کن.
سخاوت من دانندی سرکارمون گذاشتی؟ این درسته؟ نمیدونم. جاش امنیت داریم، اینم بگو. جاش امنیت داریم، امنیت ما بیشتره ها، ما جاش استقلال، آره ما اقتصاد نداریم، جاش امنیت داریم. من موندم بعد از جنگ جهانی دوم الان امنیت آلمان بیشتره، یعنی میگه آها ما الان جاش امنیت داریم، درسته اقتصادمون افتضاحه، جاش امنیت داریم. اگه نظام ایران بیفته مثل نظام آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، امنیتمون یه موقع افتضاح میشه، امنیتمون میفته به جایی که الان آلمان هست، یه موقع امنیتمون کم نشه به امنیتی که الان مردم آلمان دارن. اخ 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 اخ. ببینید از لحاظ شما میخواین از لحاظ امنیتی از لحاظ اقتصادی کشورتون رشد بکنه، خب باید کاری بکنین که اقتصادتون رو کسی اصلا نتونه ایگنور بکنه. شما از لحاظ اقتصادی از داخلی از داخل خودتون رو بسازید، اقتصاد رو آزاد بکنید، تجارت رو آزاد بکنید. اصلا شما ببینید شما اگه دولت ایرانی دولتی بشه که اینقدر تحریم روش نباشه و از لحاظ حقوق بشری بیاد خودش رو تمیز بکنه و بیاد مرزش رو باز بکنه برای سرمایه داری، بیاد قانونا رو برداره، اقتصاد رو آزاد بکنه، اصلا باور کنی یک سیل پول، یک سیل منابع، یک سیل اصلا تجارت وارد ایران میشه. خب کلی آدم میخوان بیان بفروشن تو ایران و بخرن از تو ایران. اینجوری نیست. ببینین دولت ایران اگه یه زمانی نظام بعدی ایران، خب اگه نباید بیاد بگه تو سری خور بشه که بگه آه ما غلط کردیم، این جمهوری اسلامی بد بود، ما الان میام هرچی شما میگین گوش میکنیم، آمریکا حتما تو هرچی میگی درسته. نه اینم چرته، این حرفا چرته. خب من میدونم کسایی که خیلی انقدر جمهوری ضد جمهوری اسلامی هستن مثل ما، فکر میکنن روش درستش اینه که بعدن بیان بگن که آمریکا حالا تو هرچی میگی ما بگو با درست. نه، رابطه خوبو کسی نمیاد بیاد بهت بده به خاطر اینکه دوستتون دارن. رابطه خوبو با کشور دیگه وقتی خواهید داشت که مردمتون رو جوری ثروتمند بکنید که کشور دیگه مردمتون رو لازم داشته باشن، ارتشتون رو لازم داشته باشن. به خاطر که عاشق چشم ابروتون هست نمیان باهاتون خوب رفتار بکنن. منابع داری میخوان بیان بخرن، خودشون چیز دارن میخوان بیان بفروشن. جوری میشه که هر چقدر مردم تو خوشبخت‌تر بشن به نفعشون میشه، هر چی مردم کشور تو ثروتمندتر بشن بیشتر میتونن بهشون بیان چیز بفروشن. لازم دارن که مردم کشور تو خوشبخت‌تر بشن. اقتصاد نوین اینه، اقتصاد جهان امروزی اینه. نه اینم اشتباهه. نگاه کنین شما چقدر حرفتون اشتباهه. میگن آرمین جان امثال امید دانا پشه‌ای هستن که بیخود ویز میکنن، انقدر بزرگشون نکنین. تنها جان شما این که دارین ویز میکنین، اینا صداشون از همه ما بلندتره. کسی مثل امید دانا ویز ویز شما به این میگین؟ این حرف شماست که ویز ویزه. الان بازم میگم کسای دشمناتون رو دست کم نگیرین، همینه که شکست خوردین. این حرفی که شما زدین ویز ویزه، همیشه دشمناتون رو دست کم گرفتین، همین جوریه که انقدر شکست خوردین. نه سامان جان منم با شما اختلاف نظر دارم. میگم من فکر میکنم اصلا نباید جواب کسی رو بدیم که میگه با جمهوری اسلامی هم نداریم. بدترین عقاید رو باید جواب داد. شما فکر میکنیم با جواب ندادن این عقاید میرن؟ مگه ما به اسلام جواب نمیدیم؟ مگه مزخرفتر از اسلام ما عقاید نداریم؟ آیا مزخرفتر از اسلام عقیده هست؟ کم هست، حتما هست، من نمیدونم. ما جواب ندیم به اسلام چون که مزخرفه؟
این عقاید بزرگن، این عقاید خیلی باور دارن، هر چقدر مزخرف باشه باید جواب داد به عقاید مزخرف. جواب ندادن این عقاید مزخرف باعث این که برن کنار نمیشه. چه همیشه دیدیم اینا رشد میکنن، شما فکر میکنین محلش نمیذارین، اینا میرن کنار همینجور تو تخیلتون موندین دیگه. میدونم نه این پاسخ تو نبودم میدونم، ولی بازم اختلاف نظر دارم. سامان جا، سامان اگه زودتر بود بیدار میشدی لینک میدادم که بیای با هم توی برنامه. ببینید من چیزه، سامان داره، سامان ممبرم هست و کمکمون هم داره میکنه، ولی من حتی کسایی که کمک مالی هم میکنن سامان ممنون، با اینکه ولی سامان هم همینجوری با اینکه من بهش گیر میدم هنوزم کمکمون میکنه. خب من تعارف ندارم با کسی اینجا، سامان هم خیلی دوست دارم ولی خب اختلاف نظرم دارم باهاش، میگم هم هر موقع دارم. میدونم پاسخت به کسی دیگه بود ولی من بازم گیر دادم. خب میگم آرمین جان میگی چرا جای امیدانه به امسال، میگم رایفی پرو گیر میدم، ویدیو خوب، یه ویدیو خوب بفرستین برای من. باش رایفی پور، دفعه هفته بعد رایفی پور یه ویدیو پیدا میکنم، خودم پیدا میکنم. شما همیشه پیشنهاد میدین، پیشنهاداتتون خیلی، زیر همین ویدیو یه لینک از یه ویدیوهای رایفی پور، یه ویدیو رایفی پور بذارین برای من که هم زیر 30 دقیقه باشه، بهتر زیر 20 دقیقه، هم یه چیزی باشه که واقعا ارزش، یعنی تعداد کسایی که باور دارن زیاد باشه که من بتونم فکر کنم. ببین ارزش جواب دادن، حرفایی که ارزش جواب دادن داره حرفاییه که خیلی یا بهش اعتقاد دارن یا تعداد کسایی که دارن بهش اعتقاد دارن داره بیشتر میشه. اگه مزخرف باشه معنیش این نیست که ارزش جواب دادن نداره. خب مزخرف بودن یه حرف معنیش این نیست که ارزش جواب دادن نداره، چون با اینکه مزخرفه خیلی دارن باور میکنن. بر اساس این باید باشه که آیا این تأثیر داره میذاره این عقاید یا نه. آرمین خود دموکراسی و آزادی بیان. یه چیزی که هم بگم، حالا من این موضوع حرف چی؟ ماما رضا نیستا، ولی باید خیلی هاتون واقعا آزادی، هم امیدانه هم اتفاقا تو برنامه دیگهش آزادی بیان و حلیشون نمیشه. منش چیه؟ میان میگن که آه تو من رو تویتر بلاک کردی، آزادی بیان چی شد؟ آزادی بیان چی شد؟ آزادی بیان چی شد؟ من رو تویتر تو رو بلاک کردم؟ مگه کسی جلوی حرف زدن تو رو گرفته؟ مگه من دولتم؟ مگه من دولت تعیین کردم؟ مگه من اومدم پلیس فرست؟ خیلی واقعا خنده داره. میگن آزادی بیان تو اعتقاد نداری برای اینکه من رو تویتر بلوک کردی. واقعا معنی آزادی بیان شما نمیفهمید. من آیا پلیس فرستادم خونه شما دستگیر تو کنه؟ یعنی اگه من یه کسی نخواد حرف شما رو ببینه، شما اگه منو بلاک ببینید، من خودم تویترم کاملا ساسپند شده رو تویتر. خب این هندوها اومدن انقدر منو رپورت کردن، تویترم اکانتش بسته شد. کلی از طرفدارای من اومدن گفتن ای آرمین عقاید چیزه، آزادی بیان آرمین رو گرفتن ازش. من خودم گفتم آزادی بیان منو کسی نگرفته، من دارم حرفم میزنم. خب من مخالف این کار تویتر بودم، این کارش اشتباهه، ولی با اینکه به نظر من اشتباه بوده نگفتم آزادی بیان منو کسی گرفته. آزادی بیان منو کسی نگرفته، مگه من اومدن دستگیر کردن؟ مگه به من دولت اومده جریمه داده به خاطر حرفام؟ نه زندانم کردن، نه تهدیدم کردن، نه جریمه به هم دادن، نه کسی رو فرستادن که بیان اذیتم کنه. من حرفامو هنوز میتونم بذارم، گفتن رو پلتفرم ما نمیتونی بزنی. از این اشتباه من نمیگم، چون نقض آزادی بیان نیست معنیش این نیست که درسته ها. بعضی فکر میکنن میگن نقض آزادی بیان نیست پس حتما درسته. نه، هم غلطه هم نقض آزادی بیان نیست. شما آزادی بیان معنیش اصلا نمیدونید خیلیاتون. خیلی خوب، فعلا یا کن، اینم حرفت میشه. من از اسم محمد متنفرم واسه همین اینو گذاشتم.
اسم محمد اشکال نداره، انقدر گیر ندین به این چیزای سطحی. محمد اتفاقا اگه بی خدا هستین اسمتونم بذاریم بگیم محمدم، اتفاقا خیلی هم قشنگه. بگین من محمدم، ضد اسلامم هستم، بی خدا هم هستم. اتفاقا تناقضش هم چیز قشنگه، محمدم اسم قشنگه. یه واقعا چیزه، این از لحاظ عقیدتی اگه با یه چیز اشکال دارین نرین ببین، نرین علیه هر چیزی که عربیه، هر چیزی که اسمش، اینا واقعا سطحیه، اینا مشکلات سطحیه. محمد اسم مشکلی نداره. ای میگن آرمین برو دیگه، حرفا تموم شده. من دلم میخواد عجبا، من دلم دوست، ببخشید من دارم با شما حال میکنم، باشه رفتم میرم، داشتم با شما حال میکردم، دوست دارم، خیلی دوست دارم با شما لایو هم، دوست دارم با شما یه ذره بعد از برنامه بشینم گپ بزنم باهاتون، نمیخواین؟ باش رفت، میرم بس فعلا. خدا حافظ همه شما. این خدا حافظ من بگم کسی که جدیدن، من همیشه میگم خدا حافظ که تعصب زدایی بکنم، من که حتی بی خدایانم تعصب دارن. من این توضیح بدم برای کسی که جدیدن، سلام میگم کسایی که میگن که اگه شما میخواین بگیم بدرود بگیم بدرود، ولی خب تعصب دارین که کسی نگه سلام، من از عمد میگم سلام. خدا حافظم ازم همیشه میگم خدا حافظ، نمیگم خدا حافظ، میگم خدا حافظ که تعصب زدایی تو بی خدایانم بشه. فعلا خدا حافظ شما.